18 دی ماه 1394 خورشیدی و 8 ژانویه 2016 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به عباس واعظ طبسی و خانواده و متعلقات ایشون. پرده آخرم خواهیم داشت. من تا یادم نرفته بگم بهتون که جمعه آینده صفحه آخر ویژه خواهیم داشت از دو سه قسمتی که در معرفی دو سه نفری که خیلی خواستید که ما درباره اینا برنامه بزنیم. خب قبلا در این 4 سال خورده برنامه گذاشتیم ولی خب احتمالا ندیدن کسانی که خواستارش هستن. ما گاهگاهی سعی میکنیم که اینا رو مجددا نشون بدیم، تیکه های انتخاب کنیم به عنوان برنامه ویژه که هفته آینده یکی از این کارا رو خواهیم کرد و در نتیجه برنامه زنده نخواهیم داشت، یعنی ما میتونیم بریم هواخوری یه هفته. تو این ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بعضی نشریه ها اومدن تیت زدن قایب بزرگ انتخابات خبرگان، منظور آیت الله واعظ طبسی است که بعد از 32 سال که عضو این مجلس بوده، یعنی تو تمام 4 دوره 8 ساله، هر دوره 8 سال مال مجلس خبرگان، این بار دیگه ثبت نام نکرده. از سال 61 تا حالا آیت الله واعظ طبسی عضو مجلس خبرگان بود. قایب بزرگ هم می‌نویسم برای اینکه اسم بزرگی داره در بین رجال جمهوری اسلامی. اسم واعظ طبسی همیشه با اشرافیت و ثروت بی‌حساب آستان قدس رضوی گره خورده و بی‌بدیل هم هست. واقعیت اما این است که قبل از همه چیز و هر چیز واعظ طبسی یه آخونده. منظورم اینه که مثل بقیه آخونده میدونه چجوری منبر بره، چجوری حرف بزنه و چجوری حرفش رو عوض کنه، توجیه بکنه، تقیه بکنه، نمیدونم. برای این که همه اول برنامه با این خصوصیت واعظ طبسی کسایی که آشنا نیستن احیانا آشنا بشن، یکی دو تیکه بشنویم از ایشون که ایشون هم مثل همه آخوندهای حکومتی درباره همه مسائل کلان مملکت هم اظهار نظر میکنن. این دو تیکه‌ای که میبینین الان مال وبسایت خود آستان قدسه، یعنی موسیقی هم که روشه خودشون گذاشتن. این مذاکرات هسته‌ای ما خیلی چیزا رو نشون داد. اون چه که مکرر در مکرر رهبر معظم انقلاب می‌فرمودن، آمریکا مذاکره رو برای مذاکره می‌خواهد نه برای نتیجه آن. یعنی آمریکایی‌ها می‌خوان بگن ما جمهوری اسلامی رو وادار کردیم قدرت او، ابهت او و هیبت او رو در جهان شکستیم و او رو بالاخره سر میز مذاکره با خود نشوندیم. هدف اینه. اما اینکه بخوان مذاکره بکنن و مشکلات سیاسی بین دو کشور رو حل بکنن ابدا اینجوری نیست. بله خب مذاکره شروع میشه، در واقع شروع شده بود این حرفا هم که میزنه ایشون. بعد خب این حرفا خیلی تند علیه مذاکره است دیگه. بعد آخوند چی کار میکنه حالا که علیه مذاکره حرف زده؟ میاد کاملا قضیه رو وارونه میکنه. ادامه همین حرفاشو همین که شنیدیم زمانی که مذاکره جریان داره، آبان 93، حالا گوش کن. یعنی آمریکایی‌ها میخوان بگن ما جمهوری اسلامی رو وادار کردیم قدرت او، ابهت او و هیبت او رو در جهان شکستیم و او رو بالاخره سر میز مذاکره با خود نشوندیم. هدف اینه. البته حالا این اتفاق داره میفته. علتش اینه که اون ابهت نظام ما، اون قدرت ملت ما، اون پشتوانه ملت ما، عزت ملت ما، شهامت رهبر ما، قاطعیت رهبر ما آمریکا رو شکست. اینه این تکبیر. واقعا آخوند اینه. پرنسیپ، اخلاق، تعهد، همه چیز فدای حفظ موقعیتی که ما رو از هیچ چیز به همه چیز رسونده.
عباس واعظ طبسی 80 ساله متولد مشهد توی خانواده روحانی 16 سالشه که از دبیرستان میره حوزه علمیه مشهد سال 1330 خودش میگه که همون سال نواب صفوی رهبر فدایان اسلام میره مشهد تو حسینیه نواب سخنرانی میکنه و خیلی روی طلبه ها در دشمنی با نظام حاکم اون موقع نظام سلطنت و شاه اثر میذاره. خامنه ای هم که تقریبا همسن و سال واعظ طبسی است، حالا 3-4 سال کوچیکتر، همین خاطره رو از نواب نقل میکنه و میگه که جرقه اولیه رو در ذهن ما نواب صفوی زد. باری سال 1339 برای اولین بار واعظ طبسی با خمینی آشنا میشه و بعد تو خاطرات مفصلش نوشته اینو که عرض میکنم. بعد از 15 خرداد 42 میره قم و سال 43 طبق خاطراتش. واعظ طبسی از درس خونده های حوزه علمی است و مورد توجه ساواک هم بود. البته بارها احضار میشه، ممنوع المنبر میشه، بازداشت میشه، البته هیچ وقت به زندان محکوم نمیشه، کوتاه مدت بوده. در انقلاب 57 از نزدیکترین کسایی بود که دوروبر خمینی بود. آیت الله خمینی فردای انقلاب، یعنی 25 بهمن 57 حکم سرپرستی آستان قدس رضوی رو که قبل از انقلاب ولیان استاندار خراسان داشت میده به واعظ طبسی. بعد کمتر از 2 سال سال 59 اصلا تولیت آستان قدس رو میده به او و واعظ طبسی میشود مالک کامل در واقع آستان قدس رضوی. بذارین یه روایت رسمی بشنویم از متولیگری حرم امام رضا در تاریخ. طبق اسناد تاریخی از قرن 8 هجری حرم امام رضا متولیانی داشته. در زمان دولت آل بویه متولیان این حرم سادات رضوی مشهور به نقبا بودند. بعد در دوره های صفویه، زندیه، افشاریه، قاجار و پهلوی شاهان بودند که متولی حرم امام رضا بودند. در سال 1350 تشکیلاتی که امروز آستان قدس رضوی میراثدار اون هست 35 اداره و بیش از 2500 کارمند داشته و بعد از انقلاب تغییرات بسیاری کرده. بله میدونین دیگه الان تمام اوقاف و امامزاده ها و مقبره های امامان و اینها، امام که حالا امام رضا، اینها به هر حال متولی اصلیش یک نفر است و اونم ولی فقیه و بقیه در واقع نایب تولیه اون هستن و به همین دلیل ولی فقیه علل قاعده، حالا خواهم گفت، درصدی از درآمد اوقاف رو میگیره از این متولیان، از نایبان خودش. به هر حال الان فقط تعداد کسایی که کارمند مستقیم بیواسطی آستان قدس هم نه تو شرکت هاشو اینا 15,000 نفره. قبلا بنا به روایت رسمی حکومتی که شنیدین 35 تا اداره داشته آستان قدس. الان گوش کنین تا براتون بخونم. افزایش 400% واحدهای به اصطلاح فرهنگی. کتابخونه هاش قبل از انقلاب 5 تا بود، الان 27 تاست که مثل همه متعلقات واعظ طبسی فقط تو مشهد نیست، مثل کتابخونه وزیری یزد، کتابخونه ملک تهران، کتابخونه آیت الله بروجردی تو بروجرد و غیره. بعد ادامه مطلب رسمی خود آستان قدس: به جهت بهره برداری مدبرانه از برکات وقف، امروز در جای جای ایران اسلامی شرکت ها، مؤسسات و سازمان های وابسته به آستان قدس به فعالیت پیگیر مشغولند که تنها برخی از آنها را نام میبریم. شرکت کشت و صنعت اسفراین، شرکت کشت و صنعت کاشمر، مؤسسه موقوفات یزد و کرمان، سازمان یارو تو مشهد ها، سازمان موقوفات کشاورزی جنوب خراسان، سازمان موقوفات ملک، شرکت کشت و صنعت سرخس، مؤسسه موقوفات کشاورزی سمنان، مرکز دامغان، طرح کشاورزی راور، سازمان موقوفات کشاورزی چناران، کارخانه قند آبکوه، کارخانه قند تربت حیدریه، شرکت سرمسازی سامن، شرکت گرانیت قدس و و و در زمینه های درمانی و خدماتی، پلی کلینیک دندان پزشکی، مرکز طب تصویری، بیمارستان چناران، توسعه واحدهای درمانی یزد، کرمان، سیرجان و غیره غیره. یا غیر از اینایی که اینجا اومده، یه سری مؤسسه اعتباری مالی داره در ایران و بعضی کشورهای دیگه از جمله امارات متحده عربی. و تصرفایی کرده عاشق عباس واعظ طبسی که یه قلم دو قلم نیست توی این
36 سال. قلم های کوچیک هم نیست. مثلا معدن زغال سنگ طبس 12 تا بزرگترین معادن توی استان خراسان توسط وارث طبسی. بله، کدوم معادن؟ چی شده؟ درآمدش، استخراجش، فروشش، بسا صدورش، اینا کار داره. 12 تا معدن، معدن طلا. خلاصه مطلب این است که بذارین از آقای محمد صادق جوادی حصار بشنویم، روزنامه‌نگار در مشهد. یک مسئله‌ای در آستان قدس به نظر من خیلی حائز اهمیت، اون این که آستان قدس در خراسان رضوی تقریبا تو تمام حوزه‌های اقتصادی ورود کرد، یعنی از گاوداری، تأسیس گاوداری، مزرعه نمونه، صنعت چاپ، روزنامه‌نگاری، انتشارات و کتاب، مجموعه بهنشت که همینجا هم تو تهران هم جای دیگه وجود داره و بحث‌های اقتصادی خاص، به نظر من یه مجموعه، یه دولت کامله، یعنی آستان خصوص همه امکانات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در اختیارش هست و این مجموعه اگر مدیریت میشد و اگر مدیریت درستی بشه به گمان من میتونه منشأ توسعه مثبت شهر مشهد باشه و رضایت عمومی رو در مشهد و برای شهروندان مشهدی افزایش بده و ایجاد بکنه. به نظر من واعظ طبسی تو امپراتوری خودش با هیئت‌های سیاسی کشورهای دیگه و حتی سران کشورها هم دیدار میکنه. این که میگن دولت یک، بزنین دو تا تیکه ببینین از این دیدارها که باز خود آستان قدس تهیه کرده فیلماشو و منتشر کرده، یعنی همه چیش مال خودش، نه چون موزیک پوزیکش و اینا. ضمن به تجملات سالن هم توجه بفرمایین وقتی دارین میبینین. به گفته آقای جوادی حصار، دولت آقای واعظ طبسی با این همه امکانات و درآمد و ثروت و بروبیا یک قرون هم به دولت مرکزی نمیده. طبق قانون اوقاف باید 14% از درآمد سالانه‌ش رو بده به ولی فقیه. اینکه سهم ولی فقیه رو چقدر میده من نمیدونم، معلوم نیست. چیزی که خیلی اما بحث سرش شده و جرأت کردن که سرش بحث بکنن نه این مسئله است، مسئله مالیات. اونم مخصوصا برای اینکه وقتی دولت روحانی اومد سر کار، یه دولت کاملا بدهکار رو تحویل گرفت از احمدی نژاد. از سال 92 بحث مالیات گرفتن از بنیادها تو مجلس شورای اسلامی شروع میشه، چون دولت پول نداشت، خب میتونست مالیات از بنیادها کلی راش بندازه. بعد از 2 سال که بحث کردن و تصحیح لایحه کردن اینا، نتیجه این شد 31 تیر 94 رسما اعلام شد بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری از پرداخت مالیات مستقیم معافند. بله، یکی از این نهادها و شاید ثروتمندترین آستان قدس رضوی است. دلیلی که طبسی آورد برای اینکه معاف بشه تا بحث شروع شد و همه رو دست اون نگاه کردن، بنیادهای دیگه، و خامنه‌ای هم تأیید کرد، حکم خمینی بود، به ویژه درباره آستان قدس رضوی. در حکم آمده است که هیچ یک از نهادهای
جمهوری اسلامی مانند جهاد سازندگی و همچنین وزارت ارشاد ملی و یا اشخاص عادی حق دخالت در موقوفات و سایر متعلقات آستان قدس را ندارد. دیگه این برابری میکنه با آیه قرآن دیگه، تموم شد رفت. به این صراحت آیت الله خمینی گفته همه چی دست کم تا عباس واعظ طبسی زنده است بنا به اون حکم دست خودشه و هیچ کس هم حق حسابرسی نداره. همون سال 68 هم که خامنه ای شد رهبر، همین حکم امام رو گذاشت رو چشش و داد به واعظ طبسی. حالا موقوفات آستان قدس چجوری فروخته میشه؟ اینقدر موقوفاتش میگن فروخته، واگذار کرده اینا. مگه آستان قدس میتونه زمین یا ساختمون یا باغ یا کارخونه ای که وقف امام رضا شده رو بفروشه، پولشو بذاره جیبش؟ موقوفات آستان قدس رضوی، حتی اونایی که به صورت مسکونی در حقیقت واگذار شدن، چه در مشهد چه در جاهای دیگه، اینها اصطلاحا بهشون میگن یه حق تقدیمی باید بدن، در اجاره افراد قرار میگیره و مالکیت کامل در اختیار قرار نمیگیره برای چند سال. یعنی نمیفروشن، اجاره میدن و اونم حق اجاره است که میفرمایید حق تقدیمی. بله، یه حق تقدیمی اولیه خب میدن که تقریبا معادل همون فروش در میاد و بعدم مثلا ماهیان سالیانه هر دو سال، سه سال، چهار سال مثلا یه اجاره‌ای رو میبندن و بعد با تمدید بشه اینجا. و بنده اگر یه زمین آستانه ای رو بخوام بخرم، باید همونطور که میرم شهرداری، کارهای شهرداریش رو انجام میدم که مثلا معارض نداشته باشه از نظر شهرداری، مثلا تو طرح نباشه، اتفاقاتی که اینجوری هست معمولا شهرداری ها اتفاق میفته، یا دارایی رو باید برم انجام بدم، حتما باید برم تو آستان قدس هم همین کار رو انجام بدم و آستانه تأیید کنه این انتقال رو از یه فردی به یه فرد دیگر. ولی یه اتفاق دیگری که میفته این است که مثلا اگر در شهر مشهد یک زمینی رو شما تجاری بخرید یا بخواد تبدیل کنید به تجاری، مثلا یه زمین رو از آستان قدس گرفتید، دارید توی این زمین میخواد یک مغازه 20 متری بندازید که درش کسب و کار بکنید، اگر این مغازه رو بخواید شما در حقیقت تبدیل کنید به تجاری، هم باید به شهرداری پول بدید که یک نرخی است که معمولا میگیرن دالا چرال هست، و هم به آستانه. در حقیقت در اینجور موارد شما باید به آستانه هم یه پولی به عنوان معادل پرداخت بکنید تقریبا. یعنی اینکه هر کی اونجا مغازه‌ای میگیره، برای مثال یک ملک تجاری، دو جا باید اجاره بپردازه، یکی به شهرداری مشهد، یکی به آستان قدس. خب اون وقت مالیات ملک تجاری مثل مغازه یا مالیات بر درآمد این وسط چی میشه؟ طی این سالها به خاطر همین که هر کسی یک نوع مسابقه ای شده بین آستانه و شهرداری و دارایی و امثال اینا، هر کدومشون بالاخره یه پولی میگیرن و هر کدوم بیشتر گرفتن اون یکی هم میگه خب چون اون گرفت ما هم میگیریم، به نظر من خیلی داره فضا سنگین میشه. مغازه الان برابر طرف میبره قولنامه‌شو دارایی میگه آقا این قولنامه منه، اینم آقایی که از من اجاره کرد، میگه شما شاید بخوای مغازه‌تو نصف بها بدی به مردم، دلت سوخته باشه بخوای مغازه‌تو نیمه بها بدی به مردم، به من چه ربطی داره؟ ما برابر نظر کارشناسی ما این است که این مغازه اجارش باید ماهی مثلا 2,500,000 تومان باشه، حالا تو ده 1,000,000 تومان، ما بر اساس 2,500,000 تومان از تو مالیات میگیریم، تو برو مجانی بده به مردم. این عوارض بعدی داره، یعنی اینکه رکود کسب و کار، افزایش دامنه بیکاری. یه جوونی وقتی میاد یه مغازه رو اجاره میکنه توی یه خیابون فرعی یا یه خیابون تو حاشیه شهر مشهد، مثلا ماهی 2,000,000 تومان 3,000,000 تومان جنس میفروشه، سود میکنه 3,000,000 تومان سود میکنه، خب 1,500,000 تومان شده 1,000,000 تومان شده بده اجاره، 500,000 تومان هم هزینه های جاریش بشه میشه 1,500,000 تومان، با 1,500,000 تومان میتونه زندگی رو بچرخونه. ولی وقتی شما داری بهش میگی که بیا برو برای همچین مغازه‌ای 3,000,000 تومان اجاره بده، چون به مالکش وقتی بگی برای این مغازه تو باید 2,500,000 اجاره بدی، اون مالک بر اساس 2,500,000 تومان باید بیاد به شما مالیات بده، سال دیگه میگه نمیدم دیگه من اجاره بدم. وقتی اجاره نداد به اون مبلغ، اون جوان دیگه نمیتونه بره کار کنه. خب ببینید، این داستان بخشی از طبقه متوسط مشهد و اینه که میبینیم طبقه متوسط داره هی بیشتر و بیشتر آب میره و به طبقه فقیر مطلق تبدیل میشه.
حالا میشه اینجوری نتیجه گرفت که وقتی اقتصاد خرد و کسب و کار کوچیک مردم اینجوری بهش حمله بشه، میدان در واقع فقط خالی خواهد ماند برای انحصار بزرگ تجاری مشهد، یعنی آستان قدس، و در واقع فقط آستان قدس که سود میبره از این اوضاع. هیچ بعید نیست اتفاق افتاده باشه. من نمیتونم قطعا و با ضرس قاطع بگم آره حتما همینه، ولی ببینید وقتی مثلا دارم عرض میکنم همین مجموعه مشهد مال که الان داره احداث میشه در بولوار خیام کنار هتل همای شماره 2، این مجموعه خب یه مجموعه معظمی است، واقعا خیلی بزرگه، حتما هم برای شهر مشهد لازمه. من نمیخوام بگم نه لازم نداریم، حتما هم به عنوان شهر کلان، شهر مثلا مذهبی جهان لازمه که مثلا مردمی که میان اینجا بتونن از بازار مدرن مثلا توسعه یافته استفاده. ولی این نباید به مثلا اگر اون با اون روی کرده که شما دارید میگید باشه، این نباید منجر به یعنی اقتصاد، یعنی بر مدعیان و حامیان اقتصاد اسلامی، عدالت اجتماعی، حمایت از طبقات محروم اجتماعی، بر این گونه منادیان است که جلوی این اجحاف رو بر طبقات زیردست اجتماعی بگیرن. یعنی واقعا دارم عرض میکنم آقای فرهادی، من نمیتونم تحلیل کنم که چگونه است که یک مغازه‌ای که سر و تهش رو میزنی در ماه 2,000,000 تومان 2,500,000 تومان نمیتونه سود در بیاره که زندگیش رو اداره بکنه، این رو باید مثلا وقتی داره 1,000,000 تومان اجاره بده و سال بعد بگه بهش بگید که تو باید 3,000,000 تومان اجاره بدی به این مغازه، میخوای بدی میخوای نده، مالک هم اگر که بر اساس 3,000,000 تومان اومد مالیات داد خب داد، اگر نداد ما باش برخورد میکنیم. خب حالا شما اگه بیاین معاف بودن آستان قدس از مالیات هم اضافه کنین به این وضع، ببینین چجوری گردن گلوفتر میشه هر روز این امپراتوری عظیم، و چه فشار مضاعفی میاد روی مردم که مالیات میدن دوبار. این تناقض رو چجوری میشه توضیح داد؟ خب این تناقض، ببینید یک از این مثال زدیم خیلی جالبه برای من. من روزنامه توس رو داشتم تو مشهد، آستان قدس هم روزنامه قدس رو داشت. من که به عنوان شخص مثلا روزنامه مون که فرهنگی بود، هم اون روزنامه فرهنگی بود هم ما فرهنگی، ما باید به بیمه، دفترچه بیمه که صادر میکردن برامون، اصلا باید به بیمه پول میدادیم. 30% حقوق فرد رو ما باید میدادیم به بیمه معمولا. بعد عرض کنم خدمتتون که آستان قدس نمیداد، یعنی مدیر روزنامه قدس زیر باری نمیرفت، میگه ما فرهنگی نمیداد واقعا. یعنی این مشکل نمیدونم این تبعیض رو چجوری میشه حل کرد. نه اینکه فکر کنین این مال بعد از انقلاب ها، قبل از انقلاب هم آستان قدس مالیات مطلقا نمیداد. قانون معافیت سهام و سهم و شرکت آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوبه 17/11/2535 شاهنشاهی که میشود همون 1355 ماده واحده، مؤسساتی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می باشند. آن قسمت از مالیات که از اول سال 1346 شمسی به بعد وصول نشده است هم مشمول این معافیت خواهد بود. خب بعد از انقلاب 10 سالی که از امپراتوری آقای واعظ طبسی گذشت بر آستان قدس، یه عده زمزمه مالیات گرفتن آستان قدس رو شروع کردن دوباره. همون موقع در واقع اولین بار واعظ طبسی همون موقع احساس خطر کرد که این نوندونی چه نونی ممکنه شریک پیدا کنه. خلاصه سریع برداشت یه نامه نوشت به خمینی، نوشت به خاطر قید غیر انتفاعی بودن این تشکیلات مقدس از آغاز حیات خود در هیچ دوره و مقطع تاریخی مشمول پرداخت مالیات نبوده است. در سال 1365 که لایحه مالیاتی در کمیسیون اقتصاد و دارایی مجلس مطرح شد، نام آستان قدس از ردیف سازمان‌هایی که مشمول معافیت مالیاتی بودند حذف گردیده بود. مراتب به وسیله برادر بزرگوارمان جناب مستطاب بوجت الاسلام و المسلمین حاج احمد آقا به استحضار حضرت مستطاب عالی رسید که مقرر فرمودید آستان قدس رضوی مالیات ندهد و به جناب آقای نخست وزیر هم گفته شود از آستان قدس نباید مالیات بگیرند، که اون موقع میرحسین موسوی بود. اما از آنجا که اوامر حضرت عالی کتباً به مسئولین امر ابلاغ نگردیده، در قانون مالیاتی
مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی، موضوع عدم پرداخت مالیات آستان قدس رضوی و شرکت های وابسته مسکوت ماند. یعنی ننوشتن که نباید مالیات بگیرین، سکوت کردن. با توجه به اجرای قانون مذکور از ابتدای سال جاری، مشکلات و مسائلی در این رابطه برای آستان قدس رضوی به وجود آمده است. استدعا دارد اوامر حضرت عالی را در خصوص عدم پرداخت مالیات به وسیله آستان قدس و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به مسئولین زیربط امر ابلاغ بفرمایید. ارادتمند عباس واعظ توسی، 10/1/68. خمینی هم برمی‌داره کتبیش میکنه. بسم الله تعالی. جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم، همانطور که قبلا گفتم آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف میباشند. نظر این جانب را به مقامات زیربط ابلاغ نمایید. 20/1/68 روح الله موسوی خمینی. خب، مالیات مستقیم سال 94 در مجموع، مثال میخوام بزنم روشن بشه که اینا معاف 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 میشه چقدر. مالیات مستقیم سال 94 در مجموع شده نزدیک 24 هزار میلیارد تومان. این جدولی که دیدین، این آمار رسمیه. اگه قرار بود فقط آستان قدس مالیات بده میشد چقدر؟ بزن یه نگاهی به ثروتش بکنیم تا بهتون میگم، گرچه هیچ جا ثبت نمیشه، عرض کردم. یه حدسایی میشه زد با توجه به درآمد شرکت‌ها و مؤسسات متعلق به آستان. در سال 1990 میلادی، یعنی 25 سال پیش، آستان قدس رضوی مالک بیش از 2900 مایل مربع یا 90% از زمین‌های قابل کشت در استان خراسان، در استان خراسان زمین‌های بسیار دیگری در تهران، قزوین، اصفهان، یزد، کرمان، سمنان، دامغان و مناطق دیگر بوده است. یعنی بزرگترین زمیندار خراسان است. همچنین مالک حدود 50 شرکت مختلف است که تحت نظارت سازمان اقتصادی رضوی فعالیت می‌کند. این بنیاد درآمدی بیش از 130 میلیون دلار در سال دارد. خب ببینین، همین سالی 130 میلیون دلار درآمد و ملاک بگیریم، همین 130 میلیون دلار در سال میشه چقدر؟ میشه 455 میلیارد تومان در سال حدودا. حتی اگه 10% از اینم مالیات بده، 10% میشه 45.5 میلیارد تومان در سال. طبق جدولی که دیدین، کل مالیاتی که سال 94 دولت گرفته زیر 20 میلیارد تومنه. آستان قدس اگه فقط 10% درآمد سالانه‌شو مالیات بده، میشه 2.5 برابر کل مالیات سالانه کشور. این میگن مشکل اقتصادمون تحریم هاست. به قول یکی از دوستای فیسبوک صفحه آخر، این نظامه که مردم رو تحریم اقتصادی کرده. 2.5 برابر مالیات بر درآمد کل کشور تحریم، نمیشه گرفت. تو حساب شرکت‌های آستان قدس و خانواده واعظ طبسی بلوکه شده، هر سال هم هی میره روش. و جالب این که آقای عباس واعظ طبسی مثل رهبر که تو خونه کوچیک زندگی میکنه، ایشون هم منزل شخصشون، بذارین براتون بخونم، خودشون نوشتن: همکنون خانه ای است که قبل از انقلاب اسلامی با گرفتن 15000 تومان وام از بانک رهنی به دست خودش و با معماری حاج آقا عزیزیان ساخته بوده است. حاج آقا عزیزیان کیه؟ پدرزن واعظ طبسی. برادرزن واعظ طبسی کیه؟ ایشون، آقای مهدی عزیزیان، قائم مقام آستان قدس رضوی. بذارین قبل از اینکه درباره مهدی عزیزیان بگم، برگردیم به همین خونه آقای طبسی و خانواده محترم یه نگاهی بکنیم. خب این نقشه رو ببینین که منزل شخصی آقای عباس واعظ طبسی که پدرزنش معماریشو کرد قبل از انقلاب چقدر بوده و کجا بوده و الان به اسم آستان قدس چقدر وسعت پیدا کرده. این یک تصویر عمومی است و این نقشه. ببینین، اینی که سبز دارین میبینین، جایی که میگن میشینه، کوچه ناظر که بنبست بوده تو خیابون هاشم نژاد مشهد، یه خونه 250 متری تا سال 77، بعد تا 2000 متر مربع خونه های اطراف میگیره به محدوده تملک تولیت آستان اضافه میکنه. برای چی؟ برای آپارتمان و استراتکو محافظان شخصی و گارد حفاظت تولیت آستان قدس و کتابخونه و حسینیه و اینا. بعد همین جوری خرید مناطق اطراف ادامه پیدا میکنه. بعد اون منطقه زرد رنگ بهش اضافه میشه که دارین میبینین الان.
اگه زرد میبینین به هر حال نزدیک به زرد، تا سال 87 یا نارنجی 1600 متر مربع. بعد پارکینگ بهش اضافه میشه، این قسمت آبی که دارین میبینین، سال 88 2200 متر مربع. خب ببینین، یعنی انقلاب 57 از خونه 250 متری تا حدود 8000 متر مربع برای واعظ طبسی، آقای واعظ طبسی و خانواده محترم، فقط از نظر مسکونی این همه خیر داشته. واعظ طبسی از همون اول که این نوندونی عظیم و صاحب میشه، یعنی میشه متولی آستان قدس، برگردیم به مهدی عزیزیان، برادر زنشو میاره تو کار، میذارتش به عنوان معاون اداری آستان قدس. همون سال 61 مهدی عزیزیان 28 سالشه، میگن لیسانس عمران داره، نمیدونم. به هر حال همینجوری پله پله میاد بالا، آقای مهدی عزیزیان برادر زن واعظ طبسی میشه معاون اماکن متبرکه و تشریفات آستان قدس. 10 سال بعد یعنی سال 79 میشه مجری طرح ساخت، تعویض و نصب ضریح جدید حرم امام رضا. حرم امام رضا که من سریع براتون بگم که چقدر طلا و نقره داره. حرم امام رضا بیش از 3000 کیلو طلا و نقره در ساخت ضریح حرم رضوی به کار رفته، همین جدیده که ایشون گذاشتن. بعد همینطوره آقای مهدی عزیزیان میره بالا تا میشه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی. یعنی تمام این شرکت ها و مؤسسات زیر نگین ایشون، برادر زن عباس واعظ طبسی، میشه رئیس هیئت مدیره شرکت های مسکن عمران قدس رضوی، مسکن عمران بین الملل، مهندسان مشاور قدس، قند خراسان رضوی و غیره و غیره. کی؟ برادر زن واعظ طبسی. تکرار میکنم تا ایشون خوششون بیاد از آقای مهدی عزیزیان بیشتر و از خودشون. چی کار میکنن با درآمد از اینجاها این خانواده؟ یه نمونه خیلی کوچیک بگم، خیلی کوچیک که میگم، یاد اون 20 سکه طلای مهدی هاشمی افتادم که برده زندان با خودش، فنان پول خور تجیبش بوده که داستانشو گفتیم و شنیدین و اینا، یا بابک زنجانی که تو دادگاهش میگه 2 میلیارد دلار پول خورده واسه من. بله، حالا یکی از این پول خوردا مال مصطفی واعظ طبسی است، چیزی هم واقعا نیست، 1.5 میلیارد تومان که سال 1391 همه جا پیچید که داده به سحر ریحانی. سحر ریحانی که حتما ایشونو میشناسین دیگه، میاد میگه توی مصاحبه با سایت قانون در 21/5/91 میگه من قراردادی با آستان قدس برای ساخت فیلمی درباره آستان منعقد کرده ام، بودجه این کار 1.5 میلیارد تومان است، 90% از کار توسط مصطفی واعظ طبسی و 10% دیگر که بخش فنی بوده است توسط من انجام شده. بعد تعریف میکنه که تو کره، نگفته کره شمالی یا جنوبی، با مصطفی واعظ طبسی آشنا شده بوده و بعد میگه گفتم حاج آقا من خیلی دوست دارم در ایران دفتر تولید داشته باشم که از نظر بودجه و حمایت‌ها در سطح عالی باشه و حرف اولو بزنه. حاج آقا پیشنهاد داد به رغم اینکه حرفه‌ای نیستم در آستان قدس شروع به کار کنم. کم کم فعالیت‌های ما شروع شد. ایشان خوششان آمد و یک دفعه وارد مرکزیت آستان شدم. بله. زلال بی انتها اسم مستندی است که سحر ریحانی ساخته. من نمیدونم عکسای سحر ریحانی رو اگه داریم دوستان نشون بدن خیلی خوبه. یه قرارداد دیگه هم بسته با حاج آقا مصطفی واعظ طبسی، بذارین از قول خودش دقیقا بخونم براتون که قرارداد دیگه شه. برای پروژه پرستاران ایرانی 1500 تا 2000 دقیقه را سفارش دادند. هنوز هیچی نشده. 3 هفته پیش آمدن دفتر من را تجهیز کردند. در حدی تجهیز کردند که حتی برای صدا برداری مجبور نباشم به جای دیگری بروم. طبقه پایین دفتر را برایم صداگذاری دالبی گذاشتند. چیزی که در ایران فقط یک نفر دارد. یعنی بعد از عروج فیلم دفتر من است که حدود 400 متر سیستم دالبی دارد. خب کلی این ماجرا سر صدا کرد که وقتی این همه فیلمساز مستعد و خلاق هستند که بودجه کار ندارن، حتی حزب الله، شما میرین این همه پول میدین به کی؟ برای چی؟ مصطفی واعظ طبسی میاد میگه که اولا میاد توضیح میده. میدونین
من میگه اولا 1.5 میلیارد نبوده آقا، 0.5 میلیارد بوده. بله ایشون خانم سحر ریحانی. مصطفی باعث تبسی توضیح میده که آقا جان 0.5 میلیارد بوده، 500 میلیون ناقابل بوده. ثانیان فیلمی که ایشون ساخته محشره. خب ببینین این توضیحی هم که میاد بیده و صدای رفقای خود حاج مصطفی رو هم در میاره. مثلا آقای محمد حسین جعفریان مستندساز میاد یقشو میگیره، مینویسه چطور یک آقازاده به خودش اجازه میدهد 500 میلیون پول امام رضا علیه السلام را به اولین دختر خانمی که مدعی علاقه به مستندسازی است میدهد تا به علایقش برسد. حاج مصطفی بازطبسی از جعفریان دعوت میکنه بره فیلمو ببینه، اینا جعفریان تعریف میکنه، بره فیلمو ببینه بلکه ازش تعریف بکنه. جعفریان هم میره با دو تا دیگه از بچهای فیلمساز، میره و میبینه و بله ایشون عکس حاج مصطفی بود. حالا ادامه میدیم صحبتو برمیگردیم. میره فیلمو میبینه و بعد مینویسه جعفریان، مینویسه فیلم زلال بی‌انتها یک مش کارت پستال تکراری بود که همه شما بارها نمونه هایش را از تلویزیون دیده اید، در حالی که دقیقه 2 میلیون تومان صرف تولید آن شده است، به زحمت به 1/3 این قیمت می‌ارزد. بحث ورود دوربین به محدوده حرم معضلی است. چرا خانم سحر ریحانی در پروژه‌ای که هم پول است و هم مذهب به قول خودش بتواند در کنار ذریح قرق شده گل رز هم پرپر کند، اما بسیاری فیلمسازان در حسرت یک فریم تصویر از حتی صحنه‌های عمومی حرم بسوزند چون اجازه نمیدن که حتی دوربین تو صحن بره. خب ببینین همه حرفا در حد قرولند بود و تموم شد. قدرت ندارن که حاج آقا مصطفی باعث توسیه پول خوردی خرج کرد و سحر ریحانی هم به آرزوش ظاهران رسید. تموم. از ادامه سریال هم دیگه بنده خبری ندارم. اما یه پسر دیگه باعث توسیه این خورد خرجی ها و این پول خورده رو نمیخواد خرج بکنه. لقمش گنده تر. یهو میخواد یه مؤسسه بانک ملی، یکی دو تا مؤسسه بانک ملی رو بخوره. بانک ملی یه شرکت میزنه به اسم المکاسب سال 63 که حدود نصف سهمش مال ناصر واعظ تبسی، حالا کجا آورده که نصف سهم اون خریده بماند. مدیر عاملش هم همین ناصر آقاست. 10-12 سال بعد میاد بانک ملی اعلام میکنه المکاسب و چند تا شرکت سوداور دیگه واگذار شد به مؤسسه همیاری کوثر. همیاری کوثر مال کیه؟ مال آستان قدس. مدیرش باز همین ناصر واعظ تبسیه. تو اسناد و مدارک نوشته بودن 100 میلیارد تومان ناصر واعظ تبسی باید بده بانک ملی بابت این واگذاری، که البته حساب کرده بودن همین شرکت‌های تو در تو با حساب‌های تو در تو نهایتاً این بدهی کاغذی رو محو می‌کنه. تا اختلاف بیت رهبر و آستان قدس، همیشه این اختلاف بوده است تا حدودی، علت چه اینه که قدرتمند بودن واعظ تبسی است و اینکه خیلی باج نمیده خلاصه به رهبر، مگر تعریف‌هایی که یعنی تبلغ‌هایی که شنیدین خوردش دیگه در علن به قول خودشون می‌کنه، ولی واقعیت چینه که حسابرسی نمیتونه بکنه، آیا یقش رو نمیتونه بگیره رهبر. خلاصه مطلب مونده رو دستش. به قول یکی از نزدیکان رهبر میگفتش که هاشمی رفسنجانی و واعظ تبسی هر دو موندن رو دست آقا. به هر حال این باعث میشه پرونده المکاسب رو بکنه. ناصر واعظ تبسی متهم بود که 100 میلیارد تومان به بانک ملی کشور بدهکار است. شرکت‌های دوگانه المکاسب و مؤسسه همیاری کوثر وابسته به بنیاد رضوی و آستان قدس رضوی مؤسسات متهم به اختلاس بودند. دادگاه تشکیل شد. ناصر واعظ تبسی در دادگاه حضور یافت. قاضی اولیه برکنار شد. ناصر واعظ با یک وثیقه 5 میلیارد تومانی آزاد شد. او که در دبی یک شرکت بزرگ تجاری داشت، برای تولد فرزندش همراه با همسرش عازم آمریکا شد. گوش بدین اینا، اختلاس و دادگاه و فلان و 5 میلیارد تومان میده، به قید وثیقه آزاد میشه، بعد زن و بچه، زنش رو برمی‌داره میبره آمریکا. چرا میبره آمریکا؟ که همسرش تو آمریکا، بچهش تو آمریکا متولد بشه. در این مدت بدهی بانک ملی را پس داد. تا زمینه از کجا؟ تا زمینه مختومه شدن پرونده را فراهم کند. سرانجام پس از چندین بار به تعویق افتادن دادگاه به علت بیماری قاضی، جلسه دادگاه تشکیل و ناصر واعظ تبسی از کلیه اتهامات تبرئه شد. کل دستگاه قضاییشون که دیگه روشن کارش چی و چه جوری. سوال این است که ناصر واعظ تبسی این پولای امام رضا رو به چه حقی باید ببره دبی شرکت فلان درست کنه؟ به چه حقی باید بچهش که میخواد متولد بشه با پول امام رضا بره آمریکا که بچهش بشه شهروند آمریکا و از اون طریق پدر و مادرش هم، یعنی آقای ناصر واعظ تبسی و زنش، اینا شهروند آمریکا بشن؟ چون این قانون تو آمریکا که نوزادی که تو آمریکا متولد بشه به طور اتوماتیک آمریکایی محسوب میشه.
بعد جناب تولیت آستان قدس بابای امین ناصرخان ببینید چه اشکی برای محرومان و بی خانمان ها و ضعفا و مستضعفین می‌ریزه. اینجا مرکز عجیبی است، این فرصت را مقتنم بشمرید، مخصوصا جوانان. این زیارتی که خدای متعال برای شما نصیب کرده فرصت خوبی است. هر چه می‌خواهید بیان کنید و بگیرید و دل از دیگران بکنید. به هیچ طبیبی هم متکی نباشید، اینجا طبیب طبیبان است. دردمندان درد خود را اینجا درمان کنند. نیازمندان نیاز خود را اینجا برطرف کنند. چقدر دردمند و نیازمند تو مشهد هست. چرا دروغ میگیم؟ چرا جلو مردم به دروغ گریه میکنیم؟ مثلا دردمند و نیازمند کیان؟ آقای واعظ طبسی نماینده رهبر. شهر مشهد 3 میلیون نفر جمعیت داره، 1,100,000 نفرشون طبق آماری که خودتون میدین حاشیه نشینن. یعنی از هر 3 نفر 1 نفر تو مشهد، تو حلبی آباد و مناطق حاشیه‌ای بدون هیچ امکانات زندگی میکنه. بیش از 1,000,000 نفر. اینو آدم کجای دلش بذاره آخه؟ به کی بگه؟ همون شهری که اسمش مشهده، چون میگن محل شهادت امام رضاست و حرمش باعث شده خانواده های واعظ طبسی، خانواده واعظ طبسی سالی 770 میلیون دلار، ببخشید داراییش باشه 770 میلیون دلار و سالی 130 میلیون دلار درآمد داشته باشه. از هر 3 نفر تو این شهر 1 نفر نون شب نداره، سرپناه نداره، بهداشت و آموزش و درمان که هیچ. تو کل استان خراسان رضوی این وضعیت شرم‌آور هست. استاندار خراسان رضوی میگوید، این حرفش رو براتون میخونم، 1,100,000 نفر در مشهد حاشیه نشینند و 1,000,000 نفر در دیگر نقاط این استان ساکن مناطق محرومند. چون کل استان میگن 6 میلیون جمعیت داره، یعنی دقیقا از هر 3 نفر 1 نفر. بعد این فقر و محرومیت که باشه بعدش چی در میاد؟ اعتیاد، از همه بیشتر فحشا، چون مشهد و صیغه رایج‌تر از همه جا، از سر و کول مشهد این مؤسسات روسپیگری رسمی و غیر رسمی بالا میره و تن فروشی خیابونی که دیگه مشهد و غیر مشهد نداره. فرقش اینه که مشهد رو میگن شهر مقدس. این امام جمعه مشهد علم الهدا یادی ازش بکنیم. و بس ها همین واعظ طبسی هم، حالا واعظ طبسی کمتر سر صدا میکنه سر این قضایی. اینا بارها صحبت شده، میگن به شدت مخالف به اصطلاح خودشون غربی شدن فضای فرهنگی مشهدن. مشهد شهر مقدسی است، نباید اینجا کنسرت موسیقی گذاشته بشه، مزاحم تئاتر و نمایش فیلم میشن تو همین محدوده ای که هست. به هر حال چرا؟ چون فضای فرهنگی و اجتماعی مشهد باید مطهر و مقدس بماند. ما یک بار از هیچ کدومشون نشنیدیم، همین علم الهدا که درباره همه چیز سر و صدا داد و بیداد میکنه، یک بار نشنیدیم که درباره روسپیگری در مشهد، فاحشه خونه ها تو مشهد، این تن فروشی، انسان فروشی گسترده ای که تو مشهد به اسم صیغه رایجه، یک بار نیامده نماینده رهبر یا امام جمعه غیرتی مشهد علیه اینا حرف بزنن. مطلقا این چه فرهنگی است که این آقایون میخوان جلوشو بگیرن و این چه ضد فرهنگی است که به اسم صیغه یا به هر اسم دیگه ای تو مشهد چنان گسترده است که همه میدونن چه خبره دیگه، میدونین، شما هم میدونین، ولی اینا یک کلمه حرف نمیزنن دربارش. چرا؟ واقعا جوابی ندارم برای این حرف. یعنی حتما اطلاعات دارن، حتما یه مصلحتایی رو دنبال میکنن، یه چیزایی رو میبینن که من نمیبینم، بنابراین من نمیتونم بگم که چرا ایشون جواب نمیده. هم آقای واعظ طبسی، البته آقای واعظ طبسی انصافا توی مسائل دخالت نمیکنه، یعنی در کل دارم عرض میکنم، نه مثبتش نه منفیش، ولی آقای علم‌الهدا که نسبت به مسائل فرهنگی اینقدر حساسیت دارند و نسبت به مسائل دینی اینقدر پرسه زود عکس العمل نشون میدن، نسبت به همین اتفاقاتی که اخیرا مثلا تو من شایع شد و تو افکار رواج پیدا کرد که آقا یک سری اتفاقاتی داره میفته، به ویژه از طرف این توریستای خلیج،
من نمیدونم چرا جواب نمیدن. واقعش اینه که من خبر ندارم چرا جواب نمیدن، چرا حرف نمیزن آقای علی‌نوری. حقیقتا من نمیتونم، توجیهی ندارم براش که چرا سکوت. حالا جالب است که استان خراسان این دوتا تقسیم کردن یه جورایی بین خودشون، امام جمعه مشهد یعنی علم الهدا و تولیت استان قدس یعنی واعظ طبسی، کاری هم به کار هم نداره، یعنی مزاحم هم نمیشن، با هم میخورن. مدیران دولتی و دستگاه اداری و فرهنگی و استان و شهرداری و همه با علم الهدا هم خوانن، در واقع همشون علم الهدا کاشته این ورون ورون، اینها همه میدونن اینو میگم که. و تا امام جمعه مشهد حرفی علیه فلان کنسرت و فلان فیلم سینما یا فلان مسئله فرهنگی به اسلام میزنه، حمله انصار حزب الله شروع میشه و مدیران دولتی و اداری شهر اطاعت میکنن. خب ولی از نظر اجرایی و تصمیم گیری اوضاع چگونه است؟ پس سوال این است، خلاصه مشخص بگم، علم الهدا چه کار است جز اینکه امام جمعه شهره؟ و مگه نماینده رهبر تو مشهد آیت الله واعظ طبسی نیست؟ و اگر علم الهدا نماینده رهبر نیست، این قدر قدرتی که واقعا مسلط دست کم بر همه امور فرهنگی یا ضد فرهنگی استان خراسان ببیشه مشهد، این قدرت از کجا میاره ایشون؟ این تا یه حدی زیادی برمیگرده به شخصیت خود ایشون که یک شخصیت فعال و اکتیویست و بر نظرات خودشون شجاعانه و با جسارت اصرار می‌ورزن، پایداری می‌کنن. و دیگر این که بالاخره در استان خراسان به مرور که ایشون تشریف بردن هم یه پایگاهی داشتن جریان حامی ایشون در خراسان، و هم در طی این سالها قدرت گرفتن، هماهنگی ایجاد کردن، مدیران همسوی با خودشون رو در جاهای مختلفی سر کار آوردن. و به ویژه به نظر من در انتخابات گذشته شورای شهر و انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی، طرفداران ایشون که طیف حامیان دولت احمدی نژاد بودن به مجلس رفتن و مشهد رو در حقیقت اتاق حیات خلوت پایداری ها کردن. آقای علم‌الهدا در تقویت جریان حامی پایداری در مشهد نقش به نظر من خیلی تعیین کننده ای داشتن. و همونطور که عرض کردم این برمیگرده به شخصیت کنشگری ایشون. پس اینقدر به هر حال در اندرونی صحبت می شود که علم الهدا و واعظ طبسی اختلاف دارن، اختلافشون سر چیه؟ تو چه حوزه‌ایه؟ من اختلاف معنادار و جدی تو حوزه عمل اجتماعی در مشهد بین اینها مشاهده نکردم. خب یه دلیلش هم شاید اینه که ما خیلی در جریان این امورات نیستیم و دسترسی به اطلاعات ریزشون که نداریم، همین شواهد امر رو داریم می‌بینیم. ولی در یه جاهایی اختلافات کاملا معناداره. مثلا عرض میکنم آیت الله هاشمی رفسنجانی وقتی میان مشهد، هر نوع اختلاف نظری هم که آقای علم‌الهدا داشته باشن با آقای هاشمی و نرن حتی به دیدن آقای هاشمی، آقای طبسی کاملا میزبان آقای هاشمی است و خانواده آقای هاشمی و به گرمی ازشون استقبال میکنه و به صورت رسمی ازشون استقبال میکنه. این همون دوره که ایشون بالاخره رئیس جمهور بوده، الان هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت است که خود آقای طبسی هم عضو اون مجموع است. بنابراین اختلافات توی اینجاها خودش نشون میده که مثلا آقای طبسی از آقای هاشمی حمایت میکنه و احترام میکنه، میزبانش میشه، ولی آقای علم‌الهدا نه، خلافش رو عمل میکنه، حتی دستشون برسه این مخالفت رو علنی هم میکنن و به سیاست هایی که از طرف آقای هاشمی دنبال میشه پرخاش هم خواهند کرد. این دوتا روی کرد کاملا توی این حوزه ها خودشون دارن نشون میدن. خب بله، ولی هر قدر هم اختلاف تو این حوزه ها داشته باشن، در اساس یکی هم گفتم که هرگز نشده که یکیشون بیاد از اون یکی حتی انتقاد بکنه سر حتی همین اختلاف هایی که صحبت شد. چرا؟ منافع عزیز من، منافع. هر دو سلطان سال هاست که در یک اقلیم گنجیدند، علم الهدا و واعظ طبسی تو مشهد، فیض خودشون هم بردن، یه دکون دستگاهی هم به اسم قبار روبی درست کردن. ببینید کجای دین و مذهب از اینجور کارا توش هست؟ برین هم ملای محلتون بپرسین، هم پیش نماز مسجدتون اگه جرأت داشته باشه درست جواب بده، از علمای اعلام استفتا کنین این قبار روبی از کجا اومده. شیعه و سنی هم نداره، کعبه رو میدونین که پادشاهی آل سعود به عنوان متولیش قبار روبی جزء مراسم رسمی شه.
ایناست که باید یه خود بهش فکر کرد. هر سال حرم امام رضا قرق میشه، یه همچین نمایشایی برگزار میشه، اسمش هم میذارن قباروبی حرم مطهر. شاید به خاطر اینه که میخوان مردم همون ارادتی که به امام رضا دارن، به رهبر، به ولی فقیه و به واعظ طبسی نایبش تولیت آستان قدس رضوی هم داشته باشن. خب بریم پرده آخر. قیامت حوض کوثر رو خدا میده به پیغمبر. اوصاف کوثر تو روایاتمون هستم، شیعه دارم سنی. پیغمبر کنار حوض خودش آب به کسی نمیده، وایساده امت خودش فقط بیان لب حوض. اونا هم حق ندارن خودشون ظرف بندازن تو حوض، تو اون تشنگی قیامت پر کنن و بنوشن. و امیر المومنین میگه آب بده به تشنا. یه مرتبه یه جمعیت زیادی هجوم میکنن برای آب گرفتن و آب خوردن. پروردگار به ملائکه خطاب میکنه کلشونو برانید. اینا اینجا با این است. یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. بهشت فقط جای تو و اقتدا کنندگان بود، بقیه شعر میخونن. ببینید من دست همینا میخوام برم مرخصی یه هفته برم هوا خوری. داور کن، شب و روزگار باشی.